مؤسسات، مراکز و حسینیه‌های وابسته به دفتر مرجعیت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در کشورهای مختلف جهان مراسم خود را برای بزرگداشت عاشورای امام حسین علیه السلام و برپای شعائر آن حضرت با حضور عاشقان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به پایان رساندند. بیت معظم الله در شهر مقدس قم نیز شاهد برپایی مجالس عزاداری حسینی در این ماه بود که از اول محرم الحرام شروع و تا 13 محرم الحرام ادامه داشت و با حضور آیت الله العظمی سید صادق شیرازی به پایان رسید. حسینیه فاطمه زهرا سلام الله علیها در کابل پایتخت افغانستان، مدرسه حافظان قرآن کریم در شهر مقدس کربلا، مرکز محمدیه شهر دمشق در کشور سوریه، حسینیه آل یاسین در شهر سیدنی استرالیا، دفتر مرجعیت معظم الله در شهر مورای در جمهوری ماداگاسکار، حوزه علمیه زینبیه در دمشق و حسینیه های کربلایی ها در ایران نیز در طی 13 روز به اقامه عزا و سوگواری پرداختند. به گزارش خبرگزاری اخبارشیه، همزمان با 13 محرم و سال روز تدفین شهدای کربلا، مراسم نمادین حمل اسامی شهدای کربلا از سوی موکب قنادیل الاسماء برگزار شد. عزاداران در محکومیت اهانت به مقدسات اسلامی با خود قرآن کریم هم کردند. گفتنیست در سال روز تدفین پیکر مطهر شهدای کربلا، دسته عزاداری قنادیل الاسماء در کربلا راه اندازی می شود. عزاداران این دسته در حالی که لباس های سفید بر تن دارند، به نام 72 شهید کربلا اسامی آنها را نوشته و از باب القبله حرم حضرت عباس علیه السلام وارد می شوند و پس از عزاداری به سوی حرم امام حسین علیه السلام می روند. این دسته عزاداری که در کربلا به دسته سفید پوشان آسمانی هم معروف است، شب گذشته همزمان با 13 محرم به تقویم عراق به عزاداری پرداختند. سازمان بین المللی حقوق شیعیان روز سه‌شنبه نسبت به تشدید حملات و تهاجمات گروه‌های سنی‌های تندروی داعش به شیعیان اهل بیت علیهم السلام در تعدادی از کشورهای جهان هشدار داد. در این گزارش ماهانه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است، به بررسی مهمترین عملیات‌های تروریستی از جمله حملات و انفجارهای مسلحانه و اعمال سرکوب و سوء استفاده سیستماتیک در تعدادی از کشورها اشاره شده است. گفتنی است این گزارش ماهانه شامل کشورهای افغانستان، پاکستان، بحرین، سوریه، عربستان سعودی و عراق بود. اولین گروه از زائران برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین علیه السلام از منطقه رأس البیشه واقع در دورترین نقطه از استان بصره به سمت شهر مقدس کربلا حرکت کردند. به گزارش خبرگزاری اخبارشی در این استان، این گروه جزو اولین زائران برای شرکت در این راهپیمای میلیونی که 20 ماه صفر صورت می‌گیرد محسوب می‌شوند. گفتنی است حسینی‌ها و مواکب در بین مسیر آماده ارائه خدمت به این زائران خواهند بود. سازمان بین المللی و بشردوستانه حسین کیست به منظور گرامی داشت شهادت امام حسین علیه السلام در فعالیت‌های فرهنگی، بشردوستانه و خیریه‌ای در کشورهای مختلف جهان فعالیت کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، روز عاشورا بهترین فرصت برای معرفی اصول و ارزش‌های والایی است که امام حسین علیه السلام در راه آن فداکاری کرد تا دنیا آنها را بشناسد و دنبال کند. از جمله فعالیت‌های این سازمان جهانی در روز عاشورا می‌توان به توزیع هزاران بطری آب سرد بین مردم به یاد تشنگی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا،
پرداخت هزینه های معالجه بیماران بستری در بیمارستان ها و توزیع غذا و لباس بین مسلمانان بی خانمان و فقیر و دیگران اشاره کرد. در پایان شایان ذکر است فعالیت های فرهنگی و انسانی این سازمان در طول سال بر اساس آرمان سید الشهدا علیه السلام و مبانی جاودانه ایشان ادامه خواهد داشت. شورای مهاجرین افغانستان در اسلام آباد اظهار داشت اخیراً بیش از 500 پناهجوی افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. عبدالبصیر وصال مسئول روابط عمومی شورای مهاجرین افغانستان در پاکستان اظهار داشت مدت اعتبار مدارک قانونی اقامت این پناهجویان پایان یافته بود. حدود دو هفته پیش پناهجویان افغانستانی در پاکستان با برگزاری گردهمایی از آمریکا خواستند تا به پرونده مهاجرتی آنها توجه جدی کند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به برخی از افغانستانی ها گفته شده بود که به کشور سوم مهاجرت کنند تا به آمریکا منتقل شوند، اما با گذشت نزدیک به دو سال از این رویداد هنوز این پناهجویان در سردرگمی به سر می‌برند. سنی های تندرو در حمله به پلیس محافظ یک تیم مجری واکسیناسیون فلج اطفال در نزدیکی شهر کویته پاکستان دو مأمور را کشتند. به نوشته خبرگزاری آسوشیت پرس، آصف مروات، یک مقام ارشد پلیس محلی پاکستان گفت کارکنان تیم واکسیناسیون فلج اطفال در این حمله که در حومه کویته مرکز استان بلوچستان اتفاق افتاد آسیبی ندیدند. هنوز هیچ گروه مشخصی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما گروه های مخالف با واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان اغلب علیه اعضای تیم های سیار واکسیناسیون فلج اطفال و نیروهای پلیس محافظ آنها به خشونت متوسل می شوند. در پایان گفتن از پاکستان و افغانستان تنها کشورهای جهان هستند که هنوز فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده است، و پاکستان برنامه اخیر واکسیناسیون فلج اطفال در این کشور را از روز سه‌شنبه با هدف ریشه‌کنی این ویروس مصری اجرا کرد.